واجنامه سیاسی و اجتماعی سه واژه ابژکتیویسم، اپارتاید و اپورتونیسم یک ابژکتیویسم ابژکتیویسم یا اینیگرایی نگرشیست یک جانبه و مطلق گرایانه بنابراین محدود و مخدوش به روند شناخت انسان و محصول آن این طرز تفکر معتقد است که شناخت علمی باید در سرحد خود فاکت ها و اشیا یا ابژه و آنچه عینیت اینیت دارد متوقف گردد و نمیتواند و نباید به ارزیابی انتقادی و به استنتاج جانبدار، حزبی و ایدئولوژیک منجر شود. ابژکتیویسم مدافع یک نوع بیطرفی در علم است که گویا بالاتر از طبقات و منافع طبقاتی قرار دارد. چیزی که در واقع غیر ممکن است. ابژکتیویزم مرزهای خرد انسانی را محدود می کند و طرح مسائل اجتماعی و نتیجگیری هایی را که از جهانبینی ناشی شود غیر علمی و غیر منطقی می داند و آن را ذهنی یا سوبژکتیو می نامد. در واقع ابژکتیویزم و سوبژکتیویزم در روی یک سکن و علا تفاوت ظاهری پیوند نزدیک دارند. زیرا هر دو مطلق گرایانه با روند شناخ برخورد می کنند. اوبژکتیویزم اینی گرایی را نباید با قضاوت اینی اوبژکتیو اشتباه کرد. قضاوت اینی به معنای آن است که پیشتاوری ها و تمایلات و آرزوهای خود را به هنگام بررسی و نتیجگیری و قضاوت وارد حساب نکنیم و فقط به واقعیت موجود و به فاکت های اینی به طور همه جانبه و در تمامیت آن توجه داشته باشیم چنین روشی درست است و محصول شناخت ما مطابق با واقع ولی ابژکتیویسم یا عینیگرایی به بهانه عینیت و با مطلق کردن آن هر گونه برخورد طبقاتی را نفی می کند و هر گونه نتیجهگیری ایدئولوژیک از بررسی ها را منکر می شود ابژکتیویست عملا روند تکامل تاریخی را که سمری فعالیت انسانها و گروه های اجتماعی و طبقات و قانونمندی های مربوط به آن است نفی می کند مارکسیست معتقد است که جانبداری مغایر با علمیت و عینیت نیست بلکه برعکس هر یک دیگری را ایجاب می کند اهمیت این مسئله در علوم اجتماعی و در مبارزه اجتماعی فراوان است دو اپارتاید این واژه انگلیسی یکی از اشکال وحشیانی تبعیض نژادی را بیان می کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان پرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاه بومی و هندیان آن کشور اعمال می کند از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگه داشتن است آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید مجبور کردن آنها به اقامت در محلات و استانهای خاص محروم کردن آنها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفت در مناطقی که سیاه مجبور به اقامت در آن میشوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگی نیز موجود نیست بر اثر مبارزی مردم و همچنین اقدامات دول سوسیالیستی و دول کشورهای آسیایی و آفریقایی رسما آپارتاید غیرقانونی شناخته شده و سازمان ملل متحد قدنامه های چندی علیه آن تصویب کرده و آپارتاید را نقض سریع و خشن حقوق بشر دانسته است ولی بر اثر سیاست دول امپریالیستی که خود ریشه و سرچشمه نجات پرستی و استثمار و نوع استعمار هستند همچنان این شیوه ضد انسانی و خشن تبعیض نژادی حکفرماست سه، اپورتونیست این واژه در مفهوم وسیع خود به معنای گیری فاقد اصولیت و فاقد استحکام از نظر ایدئی و اخلاقی است موضعی که به مقتضای دگرگونی اوضاع و احوال و از هر طرفی که باد بیاید عوض شود و تغییر جهت دهد معنای مشخص این واژه در سیاست عبارت از روشی است که موضع طبقاتی و اصولیت و استحکام آن را ترک گفته و در عمل به منافع پرولتاریا و زحمتکشان خیانت می کند. اپورتونیست نتیجه تسلیم عناصر نااستوار در جنبش کارگری در برابر ایدولوژی برجوایی است. اپورتونیست منافع طبقه کارگر را تابع و فرع منافع سرمایداری قرار می دهد و از مبارزی طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی دست می کشد و به این ترتیب به رفورمیست و اداره کنندی امور سرمایداری منجر می شود. اپورتونیسم ضربه های مهلک به کار سازماندهی نبرد طبقاتی وارد می کند چرا که سمتگیری درست و اصولیت و قاطیت را از آن می گیرد نمونه های بارز اپورتونیسم عبارتند از روش رهبران انترناسیونال دوم و همکنون رهبران احزاب سوسیال دموکرات.